سیوسیس جایی که شما میتونین شخصیت های مختلف را ارزیابی کنین و شخصیت خود را بشناسین. امروز صحبت میکنیم در مورد شخصیت های سرد، افرادی که هیچگاهی نمیفهمین که اینا دارای عاطفه هستن یا خیر، افرادی که خیلی خونسرد با شما برخورد میکنن در حالی که در درونش دنیای عجیب و غریب یا دنیای پر از درد خود را داره. آغازش از سریال میکنیم به نام پیکی بلایندرز. یک سریال است که در او شما یک خانواده مافیایی را میبینین که پولهای غیر قانونی به دست میاره و در بین خانواده یک کرکتر مرکزی خیلی خطرناک است به نام تامی. Maybe not. Thomas, you're a bookmaker, a robber, a fighting man. You're not a fool. You sell these things to anyone. Tommy, یک شخصیت خیلی جالبی سریال است. شخصیتی که تانسته تمام خانواده خود را با هم یک جا نگه داره. شخصیتی که تانسته از تمام خانواده خود به خاطر پولدار شدن استفاده کنه. شخصیتی که تانسته به خاطر اهداف خود خیلی ها را قربانی کنه و شخصیتی که تانسته به تنهایی خود خیلی ها را بترسانه و شکست بده. شخصیت تامی شخصیت سرد هست. درس اولی که شما از تامی یاد میگیرین ایست که در شرایط خیلی خطرناکی که شما حق ندارین صحبت کنین، اجازه ندارین گپ بزنین، شما باز هم میتونین یکی را قناعت بدین، شما باز هم میتونین یکی را بترسانین و شما باز هم میتونین بالای یک فرد گپ خود را بقبلانین. چطور؟ خیلی ساده است. با صحبت کردن چشم در چشم. اگر بر سریال پیکی بلایندر شما نگاه کنین، تامی همیشه با افرادی که دشمنش هست چشم به چشم شده صحبت میکنه. مهم نیست اونا پیر هستن، مهم نیست جوان هستن، مهم نیست خانم ها هستن، هر کسی که با تامی روبروس، تامی کوشش میکنه به چشمایش نگاه کنه و تامی کوشش میکنه از طریق چشمایش فرد متقابل تحت تاثیر قرار بده. از این خاطر در فلسفه میگه که شما اگر میخواین با روح یک فرد ارتباط برقرار کنین، باید با او چشم به چشم شوید. حالا اگر میخواین شخصیت سرد باشین، باید یاد بگیرین چطور در جنگ چشم برنده باشین. درس دومی که شما به خاطر داشتن کرکتر سرد باید یاد بگیرین خاموش ماندن است. باید از تامی یاد بگیرین که در هر شرایطی که باشین آرامی خود را حفظ کنین. در بین سریال در یکی از صحنه ها یک فرد میآید و میگه که من با هیچ کس کار نمی کنم، برعکس افراد با من کار می کنن و یک سکه از پول را پایین مندازه و بعد میگه که برداری پول تا من خودت را من حیث فردی که با من کار می کنی بشناسم. در حالی که دو برادر تامی عکس العمل نشان می ده، اما تامی کاملا راحت سکه های پول را بر می داره، می شینه و با آدم قبول می کنه که کار کنه یا نوکر فرد باشه. زمانی که بیادرایش ازش پرسان میکنن، در حالی که بیادرایش از لحاظ عاطفی تصمیم میگرفتن و عکس العمل نشان میدادن، او در تمام خاموشی پلان میگرفت که فرد مقابل را چطور از بین ببره. اگر شما بتانین خاموش باشین و رازهای خود را با کسی شریک نکنین تا ای که با او هدفتان نرسیده باشین، میتونین شخصیت سرد باشین. در جریان سریال پیکی بلایندر زمانی که شما متوجه میشین در هر جا بالای تامی یکی از انتقادهایی است که چرا باید کار را کنیم، چرا ما روان میکنی فلان کی را بکشیم، چرا ما روان میکنی با او فرد همچنین ارتباط برقرار کنیم یا همچنین دیل داشته باشیم. ولی جواب پیکی بلایندر سریالی که داریم، تامی جوابش یک چیز است، چیزی که میگم انجام بدین. در حالی که بیادرایش قهر هستن، اما مجبور هستن از تامی اطاعت کنن و زمانی که او کار را انجام میده بعدش تامی میگه که به این خاطر
ما بر شما گفتم که این کار را انجام بدین. یعنی قبل از اینکه به پلان خود برسین به کسی در موردش چیزی نگوین. جزئیات را هیچ وقت شریک نسازین مگر اینکه شما به هدف خود رسیده باشین. این درس دوم است که شما به خاطر داشتن یک شخصیت سرد باید رویش کار کنین. به خاطر داشتن شخصیت سرد و کامیاب شدن در اهدافتان خیلی مهم است که ضعف و قدرت‌های خود را بشناسید. اکثر افرادی که کوشش می‌کنن شخصیت سرد داشته باشند ولی ناکام میشن، افرادی هستند که فکر می‌کنن عقل کل اینا هستند. یعنی حس می‌کنن که جز اینا کس بهتر وجود نداره. و این بزرگترین اشتباه است که اگر شما می‌خواین یک شخص سرد باشین، میتونین اشتباه را انجام بدین. تامی میفهمه که قدرتش چیست و تامی میفهمه که ضعفش چیست. در جاهایی که میفهمه نمیتونه خودش وارد یک مبارزه شوه که در او بخش استعداد نداره، تامی هیچ وقت داخل او مبارزه نمیشه. آرتور که بیادر کلانش است و خیلی یک آدم احساساتی است و خیلی زود قهر میشه. تامی همیشه کارهایی که خیلی خشن است و نیاز داره به فردی که باید خشن باشه توسط آرتر انجام میده. فرد دیگه را داریم در سریال به نام مایکل، فردی که خیلی خوب است در ریاضی و تامی تمام مسئولیت ها را به مایکل میده از لحاظ مالی. بنان اگر شما میخواین در زندگیتان کامیاب باشین به عنوان کسی که شخصیت سرد دارین، باید بفهمین اشتباهاتتان چیست، ضعفتان در کجاست و قدرتتان در چیست. و باید استفاده کنین از تیمتان در جاهایی که شما نمیتونین به اهداف خود به شکل درستش برسین. به خاطر داشتن شخصیت سرد باید بدانین که چطور میتونین احساساتتان را کنترل کنین. شما تامی را میبینین در سناریوهای مختلف که مردم ازش تحقیق میکنن یا رویش فشار میاره یا اسلحه را بر سرش میگذارن. تامی بدونیزی که حداقل کوچکترین عکس العمل از خود نشان بده، با تمام قدرت به چشمهای مقابل نگاه میکنه، تبسم میکنه و حس میکنه که یادم هیچ گناهی نداره، در حالی که این فرد گناهکار است و او کار انجام داده. بنان خیلی مهم است که اگر میخواین شخصیت سرد داشته باشین، شخصیتی که هیچ کس ندانه در جستجوی چی چیزی هستین، احساساتتان را کنترل کنین. البته تامی فردی نیست که احساس نداشته باشه، فرد نیست که درد نبینه یا فرد نیست که نترسه. او فقط در پیشروی مردم نشان نمیده. اما شما میبینین در سریال در صحنه های مختلف زمانی که تامی تنهاست احساسات خود را نشان میده، گریان میکنه، چیزها را به هم میزنه، افسوس میکشه و کاملا مایوس و شکسته است. ولی همی تامی وقتی دوباره برمیگرده بر روی صحنه، کاملا فرد متفاوت، یک شخصیت قوی بدون عاطفه و بدون حس. به خاطر داشتن شخصیت سرد خیلی مهم است که به جای قلب از مغز استفاده کنیم. به خاطر از بین بردن تامی پلان‌های زیاده گرفته میشه و یکی از پلان‌ها روان کردن دختر است که باید بر روی تامی اثر بگذاره و بالاخره در موقع درستش تامی را از بین ببره و نتیجه ای میشه که او دختر عاشق تامی میشه و به جای کشتنش میخواد با او ازدواج کنه. خب چرا؟ چون تامی به جای قلب از مغز استفاده میکنه. در بسیاری جاهایی که تامی میتونه با دیگرا یک جا بخنده و او دختر را اذیت کنه، تامی از او دختر مانند یک مرد دفاع میکنه و این در ذات خودش نشان دهنده استفاده از مغز به جای قلب است. و یا بعضا میشه بگویم استفاده از مغز به جای نفس است. در بسیاری جای دیگه تامی بیشتر اوقات محبت خود را قربانی میسازه به خاطر تجارت خانوادگی که داره و این نشان دهنده ای است که تامی به عنوان یک شخصیت سرد در ابتدا از مغز استفاده میکنه تا به ای که از قلب استفاده کنه. حال اگر متوجه شده باشین در تمام ویدیوی امروزی ما بدونیزی که دستای خود را شور بتم و فقط با داشتن یک حرکت خواستم تمام ویدیو را به پایان برسانم تا به شما نشان بتم که در جریان ویدیو با وجود که من راحت نیستم با بودن
با بستن دست ها میتونم این ویدیو رو پیش ببرم. این هم میتونه یکی از تمرینات باشه بخاطر افرادی که میخواین شخصیت سرد یا شخصیت بدون حرکت فیزیکی داشته باشن. بنان از شخصیت تامی در سریال پلیکی بلایندر 5 درس مهم را میاموزیم. ارتباطات چشم خیلی مهم هستن. میخواین موفق باشین باید آرام باشین. ضعف خود را بشناسین و از قدرتتان استفاده کنین. احساسات خود را باید کنترل و پنهان کنین. به جای قلب از مغز استفاده کنین.